در برنامه امروز میخواهم درباره آلودگی نوری سخن بگویم. آلودگی نوری یکی از پیامدهای ناخواسته تمدن صنعتی است. انقلاب صنعتی با خود پیشرفت‌های بسیار برای انسان آورده، در همه دانش‌ها، در بهزیستی انسان، در پزشکی، در ترابری، در ارتباطات، در همه جنبه‌های زندگی. این نکته چنان خودآشکار است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. در این حال این پیشرفت‌ها اثرهای کناری ناخواسته بسیار داشتند، از آن میان آلودگی‌های گوناگون. مهمترین آلودگی زاییده رها شدن بیش از حد گاز کربونیک فراورده انسان در جو است که باعث شده دمای میانگین کره زمین نسبت به آغاز انقلاب صنعتی بیش از 30% افزایش یابد. پیشبینی می شود که بر اثر گرمایش دمای میانگین کره زمین تا پایان صدی 21 1.1 درجه سانتیگراد تا 6.6 درجه سانتیگراد بالا برود که پیامدهای فاجعه آمیز خواهد داشت. ولی سخن امروز ما درباره گرمایش زمین نیست، درباره آلودگی نوری است. از آلودگی نوری کمتر سخن گفته می شود، گرچه گزندهای بسیار دارد و به ویژه به گرمایش کره زمین کمک می کند. آلودگی نوری عبارت است از استفاده افراطی از نور مصنوعی یا به کار بردن نور وقتی به آن نیاز نیست. آلودگی نوری می تواند در محیط بسته باشد، یعنی درون خانه ها و ساختمان های محل کار، یا می تواند در محیط باز باشد. همچنین می تواند در مقیاسی کوچک باشد، مانند وقتی که نور همسایه مزاحم شما می شود. استفاده نامناسب یا افراطی از نور را می توان در مکان های عمومی دید، مانند خیابان ها، ورزشگاه ها، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، پارکینگ ها و به ویژه در آگهی های تبلیغاتی. در این تصویر که منهتن در نیویورک را نشان می دهد چند گونه آلودگی نوری می بینیم، ولی وقت وارد شدن در جزئیات را نداریم. به ویژه توجه کنید به آسمان که پرده نارنجی رنگ از نور پخشیده آن را پوشانده است. کسانی که به آسیب‌ها و زیان‌های آلودگی نور پی بردند، جنبشی را به راه انداختند به نام انجمن بین‌المللی آسمان تاریک (IDA). این جنبش که در سال 1988 در آمریکا به وجود آمده، هدفش پدافند از آسمان تاریک است، از راه آگاهی و آموزش دادن به همگان. آلودگی نوری مسئله‌های بسیار با خود می‌آورد، به ویژه 1. افزایش مصرف انرژی برق که اثرهای اقتصادی و زیست بومی بسیار دارد. 2. مختل کردن بوم راجمان اکوسیستم و زندگی جانداران. 3. آسیب به سلامت انسان. و 4. پیامدهای منفی برای اخترشناسی. در این گفتار به کوتاهی به هر یک از این موردها می‌پردازیم. نخواست ببینیم که آلودگی نوری باعث تلف شدن چه مقدار انرژی در سال می شود. بنابر داده های رسمی مصرف برق در آمریکا، در سال 2014 30% برقی که برای روشنایی بیرون به کار رفته تلف شده است. این هدر رفتن برق به چند دلیل است؟ یا نور نالازم است، یا لامپ ها پرمصرفند، یا تبلیغات افراطی است، یا اینکه لامپ های خیابان ها سرپوش ندارند و مقدار زیادی از نور را بیهوده به سوی آسمان میفرستند. حتما مایلید بدانید که این برق تلف شده چه اندازه است. 36 میلیارد کیلووات ساعت به ارزش 3 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال. یعنی تنها در آمریکا سالانه معادل 21 میلیون بشکه نفت از این راه به هدر می رود. به سخنی دیگر این معادل رها شدن بیهوده سالانه 20 میلیون تن گاز کربونیک در جو است که اگر بخواهیم
اثر آن را در زیست بوم خونسا کنیم، باید سالی 500 میلیون درخت بکاریم و این تنها برای آمریکاست. حال چند کلمه ای درباره آسیب‌های آلودگی نوری به جانوران و بوم راجمان اکوسیستم. زیست جانداران در طول میلیاردها سال گذشته با ریتم شب و روز تنظیم شده است. انسان این ریتم را به هم زده است. گیاهان و جانوران به چرخه شبانه روزی روشنایی و تاریکی نیاز دارند تا رفتارهای زیستی خود مانند تولید مثل، تغذیه، خواب و نگاهداری از توله ها یا بچه هاشان را تنظیم کنند. پژوهش ها نشان می دهند که نور مصنوعی اثرهای بسیار منفی و حتی مرگبار بر بسیاری جانداران می گذارد. از آن میان بر دوزیستان، پرندگان، پستانداران، حشره ها و گیاهان. جانوران شبانه روز می خوابند و شب فعالند. آلودگی نوری محیط شبانیان ها را تغییر می دهد، زیرا تفاوت شب و روز را از میان می برد. جانوران شکاری شب شکار می کنند و جانوران طعمه از تاریکی شب برای پنهان شدن استفاده می کنند. همکنون آسمان شب در نزدیکی شهرهای بزرگ صدها یا حتی هزاران بار روشنتر از 200 سال پیش است، به ویژه وقتی آسمان ابری باشد، و این بر زیست جانوران شبانه تأثیر دارد. لاک‌پشت‌های دریایی که در اقیانوس زندگی می کنند شب هنگام برای تخم گذاری به خشکی می روند. جوجه لاک‌پشت ها پس از سردر آوردن از تخم به سوی روشنایی افق که سوی اقیانوس است راه می افتند. ولی نورهای مصنوعی قوی که از درون خشکی می تابند آنها را گمراه می کنند. تنها در فلوریدا هر ساله میلیون ها جوجه لاک‌پشت با گم کردن راه اقیانوس جان می بازند. پرندگان مهاجر با مهتاب و نور ستارگان سفر می کنند. نور مصنوعی آنها را سرگردان می کند. هر سال میلیون ها پرنده با برخورد به ساختمان ها و برج های نورانی جان خود را از دست می دهند. پرندگان همچنین با تغییر فصلی نور مهاجرت خود را آغاز می کند. آلودگی نوری می تواند آنها را فریب دهد و مهاجرت آنها را به جلو اندازد، یعنی زمانی که اوضاع و احوال آب و هوا هنوز مساعد نیستند. آلودگی نوری برای تندرستی انسان هم زیان آور است. بدن انسان دارای چرخه ای است تقریبا 24 ساعته که از ریتم شبانه روز پیروی می کند. این به اصطلاح ساعت زیست شناختی تولید هورمون ها و سازوکار سلولی را تنظیم می کند. به هم خوردن این ریتم که ریتم پیراروزی سیرکادین نامیده می شود، می تواند بیخوابی، افسردگی، بیماری های قلبی و سرطان بیاورد، چنان که در گزارش سال 2200 انجمن پزشکی آمریکا می خوانیم. حال ببینیم که پیامدهای آلودگی نوری برای اخترشناسی چیستند. تا 100 سال پیش هر کس در هر جا می توانست آسمان پرستاره و رویانگیز شب را ببیند. همکنون دو سوم جمعیت جهان دیگر نمی توانند راه شیری و هم‌اختران یا صورت‌های فلکی را ببینند. حالان که آشنایی با آسمان پرستاره و راه شیری از کودکی الهام‌آور و بخشی از فرهنگ است. در این تصویر که متعلق به سال 1995 است، ناحیه‌های نورانی کره زمین در شب را می‌بینید. وقتی که آن را با تصویر 20 سال بعد، یعنی 2015 مقایسه می‌کنید، می‌بینید که ناحیه‌های نورانی بسیار بیشتر شدند. اگر همچنان ادامه یابد، تا چند دهه دیگر سراسر خشکی‌های زمین نورانی خواهند شد و تاریکی آسمان شب از میان خواهد رفت. این نورانی شدن شب به این معناست که هر شب میلیاردها لامپ برقی نور خود را به آسمان می‌فرستند. این نور با مولکول‌های هوا، غبار جوی و قطره‌های بخار آب برخورد می‌کند و پخش می‌شود. در نتیجه پرده‌ای از نور به رنگ زرد یا نارنجی آسمان را می‌پوشاند. چون این نور پخشیده از نور بسیاری اختران آسمانی قوی‌تر است، آن اختران محو می‌شوند.
این تصویر نورانی بودن شب را در ناحیه پاریس پایتخت فرانسه نشان می‌دهد. در آنجا هم آلودگی نوری مانع بزرگی است برای نپاهش با تلسکوپ‌های نوری. در سال 1994 در تاریخ 17 ژانویه در ناحیه لس آنجلس زمین لرزه‌ای با شدت 6.7 ریشتر روی داد که میلیاردها دلار خسارت بر جا گذاشت با ده ها کشته و هزاران زخمی. شهر در خاموشی فرو رفت. میگویند بعضی مردم به پلیس تلفن میکردند چون از دیدن راه شیری وحشت کرده بودند. از آنجا که تا اون موقع آن را ندیده بودند میپنداشتند که ابری است مسموم کننده. اشکال تنها این نیست که مردم نمیتوانند ستارگان آسمان را ببینند. پیامدهای منفی آلودگی نوری برای پژوهش اخترشناسی بسیارند. بیشتر اخترانی که نپاهش آنها به ما امکان می‌دهد در شناخت ستارگان و گیتی پیشرفت کنیم بسیار کم نورند و برای آشکارش آنها باید با تلسکوپ‌های بزرگ بی‌وقفه ساعت‌ها آنها را با آشکارگرهای حساس نپاهی. روشنی آسمان بر اثر نور مصنوعی مزاحم است و نپاهش اختران کم نور را دشوار یا ناممکن می‌کند. از سوی دیگر نور لامپ‌ها دشواری‌های دیگری برای مطالعه بیناب یا طیف اختران پدید می‌آورد. از این رو برخی از تلسکوپ‌ها که نزدیک شهرهای بزرگ هستند کارآمدی خود را از دست دادند. برای نمونه تلسکوپ 2.5 متری نپاهشگاه ماونت ویلسون در ناحیه لس آنجلس تنها 10% کارایی 100 سال پیش خود را دارد. این تلسکوپ همان است که ادوین هابل توانست با بکار بردن آن کشف کند که گیتی در حال گسترش است. چنان که می توانید حدس بزنید اتحادیه جهانی اخترشناسی نسبت به مسئله آلودگی نوری بسیار حساسیت دارد و در سالهای گذشته با پروژه هایی که می خواستند از فضا برای تبلیغات استفاده کنند مخالفت کرده است. یکی از این پروژه ها قرار دادن تابلوی تبلیغاتی به مساحت 1 کیلومتر مربع در مدار زمین بود که به روشنایی ماه تمام می درخشید، به طوری که از سراسر کره زمین می شد تبلیغ برای نوشابه یا کالای دیگری را دید. پروژه دیگر حلقه نور نام داشت. در سال 1989 برای 200مین سالگرد انقلاب فرانسه قصد داشتند که با گذاشتن چند ماهواره حلقه ای از نور در آسمان شب پدید آورند. چند پروژه دیگر بودند با ظاهری بسیار انسان دوستانه و فرهنگی، ولی اخترشناسان به این نتیجه رسیدند که در واقع پروژه هایی هستند با هدف زیرکانه و پنهان وارد کردن نور تبلیغاتی در فضا. خوشبختانه میتوان از آلودگی نوری کاست. در سالهای گذشته با هوشیار شدن مردم در بسیاری شهرها لامپ‌های خیابان‌ها و محل‌های همگانی را عوض کردند، به طوری که نور تنها به سوی پایین میتابد نه بالا. وقت ما به پایان رسید. در ایران هم مردم باید نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک و روستاها که در آینده بزرگ خواهند شد از شهرداری ها بخواهند که ضابطه‌های پدافند از آسمان تاریک را رعایت کنند. هنوز در ایران در بسیاری جاها آسمان تاریک هست. باید از آن نگاهداری کرد، زیرا ستارگان و اخترشناسی بخشی از فرهنگ ایران است. بیان که فراموش کنیم پیامدهای آلودگی نوری را برای گرمایش زمین.